فاتح بے مقام دولت مجاهدین چهار سال و پنج ماه به طول انجامید و در این مدت از آن جایی که کابل در تصرف نیروهای تحت فرمان احمد شاه مسعود قرار داشت و او در این تحولات نقش کلیدی ایفا کرد امیدهای پاکستان در امر به قدرت رسانیدن حکمتیار به مبدل شده بود لذا آن کشور با مخالفت با دولت مجاهدین برخاست حکومت مجاهدین از آغاز امراه با مشکلات فراوان پا بر وجود گذاشت از یک سو احمد مسعود با حمله نظامی بر کابل که منجر به تصرف آن شهر گردید طرح بنیانسیوان سیوان را که در صدد انتقال و قدرت به یک گروه بیطرف بود عقیم ساخت که با شکست طرح بینیان سیوان سازمان ملل متحد و کشورهای غربی در برابر مجاهدین عقده گرفتند و تا اخیر حاضر نشدند دولت مجاهدین را همکاری کنند از جانب دیگر برای تصرف شهر کابل میان حکمتیار و مسعود یک رقابت شدید نظامی وجود داشت که با یاری عوامل دیگر رفته رفته به یک درگیری تمام مبدل شد و در اثر آن شهر کابل به را گردید و در واقع این جنگ هیچ برنده ای نداشت و مردم از اینکه مجاهدین نتوانستن صلح را تامین کنند نسبت به تمام گروه های جهادی متنفر گردیدند همچنان از آن جایی که آزادسازی کابل تا سهم چامسود کاملا مستقلانه بود و هیچ یک از کشورهای دور و نزدیک در آن سهم نداشتند خود به حیث یک عامل منفی دیگر تبارز کرد زیرا کشورهای همسایه نیروهای حاکم بر شهر کابل را همدست کشورهای دیگر میدانستند و نتیجه که دولت ناپای مجاهدین از هیچ طرف کمک نگردد مسعود باری به با نویسنده گفت که در آن زمان نقش مناسبات خارجی را به خوبی درک نمی کرده. احمد شاه مسعود در این دوره به خاطر استقلال پسندی و سیم ساختن تمامی احزاب جهادی و اقوام ساکن کشور در قدرت متحمل تهمت ها و مشکلات فراوانی گردید او از آغاز طرح پیریزی یک حکومت مشترک میان شورای نظار حزب وحدت اسلامی و ملیشای جنرال دوستون را کرد و از رهبران جهادی مستقر در پشاور خواست تا روی یک دولت متشکل از همه اقوام و احزاب جهادی توافق کنند و قدرت را به دست گیرند که در تاریخ چنین بزرگمنشی کمتر دیده شده است اما بعدها وقتی عملکردهای سران مجاهدین را مشاهده کرد سپردن قدرت به سران مجاهدین را یک اشتباه جدی تلقی میکرد با وجود آن مسعود به این بهانه از سوی شماری از رهبران جهادی به همدستی با کمونیستان متهم گردید و بسیاری از سران مجاهدین آن طوری که ایجاب میکرد با دولت مجاهدین همکاری نکردند مسعود با سراحت از موضع اشتراک همه اقوام به دفاع پرداخت و دولت بدون شرکت نمایندگان پشتون را رد کرد ولی برخی ها روی حسادت های قومی و منطقی این همه وسعت نظر احمد شاه مسعود را نادیده انگاشتن و او را بعد تاراج تاج و تخت انعنهی پشتون ها متهم کردند. و اکثرا در برابر او بسیج شدند که دولت پاکستان این مسئله را بیشتر دامن میزد و هر روز آن را فربهتر می ساخت. در واقع با ورود مجاهدین به کابل دو تعبیر از جهاد شکل گرفت یکی حفظ اصالت جهاد و استقلال کشور که مسعود از آن نمایندگی میکرد دیگری وابستگی به پاکستان و نداشتن طرح ملی که حکمتیار طالبان مولوی نبی و جلال الدین حقانی در آن راستا عمل میکردند در همان روزهای اول آزادی شهر کابل از احمد شامسود مسعود پرسیدم که راجب پاکستان چه فکر می کند او در پاسخ گفت در دوران جهاد پاکستان رابطه خوبی با شورای نظار نداشت ولی فکر می شود بعد از آزادی کابل به نفع آن کشور خواهد بود تا با دولت مجاهدین رابطه حسنه برقرار کند و از پشتبانی گلبودین حکمتیار که کار از دستش بر نیامده منصرف گردد و به همین دلیل بود که در روزهای اول که نیروهای حکمتیار در اطراف کابل سخت آسیب پذیر بودند از حمله بالای آنها اجتناب ورزید زیرا نمیخواست احزاب جهادی تضعیف گردند ولی در عمل پاکستان از یک سو به تامین روابط با دولت مجاهدین پرداخت و از سوی دیگر آی اس به تحریک تنبیل و تجهیز حکمتیار علیه دولت مجاهدین متوصل شد و جنگ را تشدید کرد درگیری حزب اسلامی به تحریک پاکستان با دولت مجاهدین جنگلی از امکانات را به حریق کشید و در ابعاد مختلف ضعف و فطور دولت مجاهدین را به وجود آورد و مجاهدین در کابل چنان به بیبندباری پرداختند که مسعود بار بار از اینکه پیش از رسیدن به شهر کابل شهید نشده بود اظهار اندوه و تاسف میکرد و باری از فرد خشم و نارضایتی پوستر خودش را که در میدان خواجه رواش نصب شده بود پاره کرد و آن را سرد حادثه دوستان و غارتگران خواند در این مرحله احمد شامسود در عرصه روابط خارجی دچار اشتباهات فاحشه گردید او در آغاز بدین اندیشه بود که با برقراری روابط با دولتهای غربی می تواند پایه های دولت مجاهدین را مستحکم کرده و همسایه های افغانستان را مجبور به تامین روابط حسنه کند ولی غربی ها تا اخیر روی خوش نشان ندادند و حتی در تضعیف آن عمل کردند در این دوره مسعود به هیچ یک از کشورهای همسایه سفر نکرد انتظار داشت که نظامیان پاکستان به اشتباهات گذشته خود مبنی بر حمایت از گلبودین حکمتیار اعتراف کرده و در صدد جبرانان آن برایند دولت ایران را یکی از کشورهای منزوی در جهان می دانست و عقیده داشت که تامین روابط با ایران با منافع و مساله کشور مطابقت ندارد کشورهای آسیای میانه به خاطر از در تجاوز به افغانستان انوز مقصر بودند و می باید طبق مقررات بین غرامت بپردازند بنابراین از مجاهدین تاجکستان پشتیبانی کرد با آنها پایگاه داد و به تعلیم و تربیه ای آنها پرداخت بعد این ترتیب دولت افغانستان در داخل با چند مخالف مسلم مواجه و در منطقه منزوی گردید علاوه بر آن جمهوریت های مستقر مشترک المنافع به تقویه ژنرال دوستم پرداختند و او را یک فرمانده عادی به حد یک رهبر سیاسی نظامی مقتدر ارتقا بخشیدند که در فرجام کشورهای همسایه مخالفین دولت مجاهدین را متحد ساخته و زیر عنوان شورای اماهنگی در یازده جدی سیزده افتاد دو کودتای را سازمان دادند گرچه این کودتا از لحاظ نظامی ناکامند ولی از نظر سیاسی انزوای دولت مجاهدین را افزایش بخشید احمد شامسود برای آن که بتواند آتش جنگ در افغانستان را خاموش سازد دست به چند ابتکار زد ولی ثمری به بار نیاورد برای ملاقات با حکمتیار در ساحه تحت کنترل وی رفت فیصله های رهبران مجاهدین در جلال آباد را پذیرفت با امید این که بهانه های حکمتیار تمام شود به تاریخ تا دو دو از وزارت دفاع کنار رفت ولی گلبودین حکمتیار بهانه های زیادی برای دوام جنگ و راکت باران شهر کابل داشت و جنگ همچنان دوام پیدا کرد این کار بدون تردید محبوبیت احمد مسعود را بالا برد زیرا مسعود یک سال پیش از آن کابل را تصرف شده بود و رهبران را دعوت به تشکیل حکومت کرده بود و اکنون به خاطر تامین سال از مقامش کنارگیری میکرد در اوایل سرطان 1373 اجلاس در هرات ترتیب یافت که در آن قرار بود استاد برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان در محضر جمعی از نمایندگان مردم از مقامش استفاده دهد و زمینه را برای آمدن یک شخص سالس به مقام ریاست دولت مساعد کند و با این شیوه بار ملامتی را در سطح ملی و بین المللی از گردن خود بردارد اما استاد ربانی از انجام چنین امر امتناع ورزید و احمد مسعود از اینکه استاد ربانی پیشنهادش را نپذیرفته بود سخت خشمگین گردید و میان و دو شخصیت عمده کشور شکاف ایجاد شد وقتی گروه طالبان ظهور کردند احمد شاه مسعود هرچند آگاه بود که این گروه وابسته به پاکستان است و آن کشور میخواد حزب اسلامی حکمتیار را توسط آنها تعویز کند ولی مانند همه ناظرین دیگر عواقب کار را بینی درست نتوانست و هر بدین باور نبود که طالبان روزه بس خطرناکتر از حکمتیار در برابرش قد علم کنند بنابراین طالبان را یک گروه نامنسجم ناآگاه به مسائل سیاسی نظامی محاسبه کرد و کمک با آنها را در برابر گلبودین حکمتیار ترجیح داد و در اثر همین کمک های نظامی و مالی طالبان به سرعت از اسپین بولدک تا حومه شهر کابل رسیدند و روی همین باور بود که خود با دو محافظ در میدان شهر به داخل قرارگاه طالبان رفت و نهادات آنها را در باب تامین سال و تطبیق قوانین شرعی پذیرفت ولی از آنجایی که طالبان برنامه غیر از جنگ نداشتند این گفتگوها بی‌نتیجه ماند و حملات طالبان از چند طرف به کابل آغاز گردید تا اینکه احمد شاه مسعود با تاریخ 5 میزان 1375 مجبور گردید نیروهایش را از کابل عقب بکشد این عقب نشینی با هم در نظامی مسعود را به نمایش گذاشت زیرا بدون اینکه کدام قطع از نظامیان خود را از دست بدهد و یا افسر عالی رتبهش کشته شود به گونه منظم همه نیروهای او از کابل خارج گردیدند و این عقب نشینی موفقانه آینده مقاومت را در برابر طالبان تضمین کرد